بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. از آن مبحث امروزمون یه مبحث بسیار بسیار مهم و در این حال شیرینی هست. مبحثی که در اون یه تصوراتی که تو و مغلطه هایی که تو سر خیلی از ماها هست امروز پاسوردش رو پیدا میکنیم. پاسورد شیوه تعامل با افرادی که دمار از روزگار شما در آوردن، افرادی که دنیا را برات سیاه کردن، پاسورد شیوه برخورد با افرادی که شما را آزار میدن. الان اگر بگم چه افرادی هستن که خیلی شما رو داغون کردن، دیگه همه ذهنتون به اونا مشغوله، همیشه تا میبینیدشون، یعنی افرادی که نمیدونید از کجا بگیریش، چطور باش برخورد بکنی، همیشه تصرفاتش باعث ناراحتی شما و نمیتونی هم ازشون جدا بشی. یعنی افرادی هستن، ببینید ما در زندگی یک دایره هایی داریم، یه دایره تنگی که خود منم، یه دایره گشادتر دایره خانواده و اطرافیان و دوربری ها، دایره فامیل، دایره منطقه و خویشاوندان و نمیدونم همسایه ها و فلان و فلان، دایره شهر، دایره جایی که کار میکنم، محیط کاری، یعنی دوایر مختلفی هست، افراد مختلفی هستن که ما در اینها با اونها سر کله میزنیم. یه فردی هست که قالتاق آدم درستی نیست، شما میشناختی یه جوری توی منطقه ای با هم آشنا شدید، خلاص دیدید که آقا این کسی نیست که من بتونم باش کنار بیام یا اذیتم میکنه، در کنار این بودن آزارم میده، ازش جدا میشی، نه اون به راه خود و شما به راه خودت، این مشکل نیست. اما اگر این افراد آزار دهنده جزی از زندگی شما باشن، یعنی افرادی باشن که به هر راهی بخوای با شما گره خوردن، پدر، مادر، برادر، خواهر، عموی، عمه، خویشاوند، پدر بزرگ، مدیر اداره است، همکار، همکلاسی است، زن، شوهر، افرادی که دیگه پسر، فرزند، دختر، افرادی که دیگه شما به هیچ عنوان نمیتونید ازشون جدا بشی، مجبوری دوستشون داشته باشی، مجبوری در کنارشون باشی، اما تصرفاتشون پدر درآور هست. این نوع افراد در عربا یک بیت شعر خیلی خوبی دارن، میگن که رحب الفضائی مع الاعداء ضیقتون، سم الخياطی مع الاحباب میدانون. میگه یه دنیایی، یک شهری با دوستان با دشمنان تنگه. شما توی یه شهری کسی رو داشته باشی ازش متنفر باشی، برخوردش با شما آزار دهنده باشه، اصلا میخوای از اون شهر ول کنی بری، از شهرش خلاص بشی. میگه شهر با دشمنان تنگه، سوراخ سوزن با دوستان گشاده است توی میدانه. شما میتونید با دوستان، با کسایی که عزیزن برای شما، دوستشون دارید، همدیگه رو میفهمید، درک میکنید، محبت هست بینتون، 50 نفر 60 نفر توی خونه کوچیکی هم دور هم جمع بشید و برای چندین مدت با هم زندگی کنید، در حالی که یه آپارتمان چند طبقه است، یه زن و شوهری که با هم دعوا دارند یا دو تا دوستی که از هم متنفرند، اینا نمیتونن تو این آپارتمان زندگی کنن و هر یکی در فکر فرار هست. یا افرادی که با خودشون دعوا دارن، اونایی که خودکشی میکنن بیشتر دعواشون با خودشون هست. پس این دوایر من چیکار بکنم؟ برخی ها چون به مفهوم زندگی رو نمیفهمن. ببینید اساس زندگی بر چه است؟ بر تنوع هست. خداوند متعال دو تا انسان مثل هم نآفرید. 10 تا خواهر برادر از یه رحم مادر اومدن بیرون، هر یکی یه مزاجی هست و یه تعاملی هست و یک شخصیتی هست و یه چیزی. 2 تا خواهر برادر دو قلو با هم متولد میشن، شکل قیافشون مثل همه،
میبینی که طبائعشون، افکارشون، فهم و درکشون، شیوه تعاملشون کلن با هم دیگه متفاوته. پس اینجا یک دنیای دیگه است، دنیای تنوع. در این دنیا اختلافات زیاده، مهم این است که خلاف نباشیم، این نیست که خروز جنگی نباشیم، مهم این است که ما درک بکنیم. ببینید ما در مواردی ما مثل همه مردم در شکل و قیافه و برخی از تصرفات هممون مثل همین، در مواردی ما مثل خیلی از مردم در خیلی از صفات ما با هم دیگه میخونیم، همخونی داریم، مثل همیم، هم فکریم، هم مشربیم، هم فرهنگیم، هم زبانیم، هم. اما در موارد بیشتر شما کسی هستید که نمونه ندارید، شما شبیه کسی نیستید. این ویژگی شماست که خداوند متعال در شما یه انسان گذاشته. این به این معنا نیست که شما خودت رو از همه حقیرتر بدونی و خودت رو مچاله بکنی و خودت رو هیچی نبینی که آقا همه از من بهترن. نه عزیز من، هیچی از تو بهتر نیست. و نه اینی که بگی آقا من از همه بهترم، من یه چیزی دیگه هم، از دماغ فیل افتادم و غرور و تکبر داشته باشی. نه این ور نه اون ور. نه عزیز من، شما یه ویژگی هایی دارید، غیر شما یه ویژگی دارن. شما در یه چیزی سرآمدید، اما در صد تا موارد دیگر دیگران از شما سرآمدن، دیگران بهترن. بس زندگی اینجوری است. خداوند متعال اینجور تنوعی رو ایجاد کرده که ما با همدیگه کنار بیاییم، در کنار همدیگه زندگی کنیم، زندگی پر از صحت و سلامتی و عشق و محبتی رو داشته باشیم. اما خیلی از افرادی که دور و مر ما هستن، ما انتخابشو نکردیم. هیچ یک از ما پدر مادرشو انتخاب نکرده، برادرشو انتخاب نکرده، عمو و عمه ها و خاله ها و دایی ها و پسر عمو ها و پسر خاله ها و مادر بزرگا و اینا رو انتخاب نکرده. اینا رو خداوند متعال برای ما انتخاب کرد و شیوه تعامل با اینا رو اسمشو گذاشته صله رحم. آقا میخوای نمیخوای اینا رحم تو هستن، باید با اینا خوش رفتاری کنی و با اینا بسازی و با اینا بتونی چیکار. اما خداوندی که خیلی از افراد رو جلوی روی راه ما قرار داره و ما به هیچ گونه اختیاری نداشتیم در انتخاب اونها، باز به ما اختیار داده. رحمت الله رو ببین، به ما اختیار داره. آقا اینا هستن، میخواشون باشون تعامل کنی یا نکنی، میخواش باشون بسازی یا نسازی، میخوای باشون دعوا و مرافع را بندازین یا میخوای که خوش رفتاری و خوبی. ما امروز که میاییم در مورد شخصیت های آزاردهنده و مودماغ داریم حرف میزنیم، به این معنا نیست که به شما بگیم آقا اینا هستن باید باشون رفتار بکن. نه عزیز من، شما اختیار کامل دارید. میخوای باشون رفتار داشته باش، میخوای نداشته، میخوای باشون بساز، میخوای نساز، میخوای زندگیت پر از خوبی و موفقیت باشه، میخوای زندگیت پر از شکست و بیماری و به اصطلاح دردسر باشه، میل خودته. خداوند متعال این انتخاب رو بهت داده. عزیزم ببینید، همه چیز به اختیار ما نیست. کشتی ما همیشه باد وفق مراد ما نمیره. خب تو زندگی افراد مختلفی هستند و به اصطلاح دیدگاه های مختلف و تصورات مختلف. حالا بیایید مثلا یه آقایی مثلا بیماری سرطان گرفته، بیماری ایدز گرفته، قند دیابت و فلان داره، آیا خودش به اختیار خودش این بیماری رو انتخاب کرده؟ نه. اما این بیماری واقعیته، این بیماری واقعیت. آقا جان، یا این واقعیت رو قبول میکنی یا دماغت رو میذاره واقعیت به زمین میماله و او سوار میشه میگه آقا من هستم، میخوای قبول کن میخوای نکن، من که هستم. اینی که شما بگی این بیماری رو من نمیخوام، این بیماری بده، این بیماری بله، این از واقعیت امر چیزی رو عوض نمیکنه. این مشکلی که واسه شما پیش اومده، یه چیزی گم شده، آقا ماشین رو خودت گم کردی، دوز بردش، آقا نمیدونم، آقا پاسپورت رو نمیدونم، همه چیز توی کشور رفتی پیشی گم شد، خودت کردی؟ نه، اتفاقی افتاد. این یه واقعیته. یا مینالی
گریه و زاری و تو سر خودت بده من بدبخت این بیماری رو ببینه فلانه من. زندگیت میشه جهنم، اما از واقعیت چیزی عوض نمیشه، نه ماشینت برمیگرده، نه پاسپورتت پیدا میشه، نه بیماریت هم درمان میشه. یا نه این واقعیت رو به عنوان یه واقعیت میبینی، آقا یک چیزی اتفاقی افتاده، تقدیر الله این بوده، یه واقعیته. الان من چطور با این واقعیت تعامل بکنم؟ بابا قدر الله ما شاء فعل، تقدیر الله متعال این بوده، اون چیزی که خداوند خواسته انجام گرفت، حتما تو این خیری هست. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، چه بسا که شما چیزی رو ازش متنفر باشید در حالی که خداوند توی اون خیری گذاشته. و عسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، چه بسا شما یه چیزی رو متنفر بشید، ازش اذیت و آزار باشید در حالی که خداوند متعال تو همون چیزه خیر بسیاری رو برای شما گذاشته در حالی که خود نمی. پس قضیه رو حلاجیش کردن، یه واقعیت رو قبول کردن، بعدش در فکر این بودن که آقا از این چطور بهره بهتر برد، چطور از این استفاده کنیم. آقا سرطان گرفتم، گرفتی. آقا کبدت از کار افتاده، کلیت از کار افتاده، فلان اتفاقیه که صورت گرفته، حالا بنالی، دعوا و مرافع کنی، فوش بدی، تقدیر الهی رو لعن و نفرین بکنی، یه چیزی از حقیقت عوض نمیشه. چیزی که میشه بلای خودت رو ده برابر میکنی، خودت رو زجر کش میکنی، اذیت و آزار میکنی به خودت و به دیگران، دیگران رو از خودت متنفر میکنی، دیگران آرزو میکنند که به جای فردا امروز بمیری خیالشون راحت بشه از شر. یا نه قضیه یه اتفاق افتاده، حالا اینی که هست من چطور با این وضعیت جدید یعنی فهم واقعیت ها. الان اینو چرا میگم؟ چون که این افرادی که شما رو آزار و اذیت میدن وقتی از جمله افرادی باشن که دور و بدرت هستن، شما نمیتونی از اینا فرار کنی، شما نمیتونی از پدرت جدا بشی، از مادرت جدا بشی، نمیتونی از خواهر و برادرات جدا بشی، از همسر و از فرزندان جدا بشی، از خویشاوندان جدا بشی. حالا اینا مثل سرطان شدن، افرادی به اصطلاح آزار دهنده و نمیدونم فلان و فلان. امروز میخواهیم نمونه هایی از این افرادی که آزار دهنده اند و شما رو اذیت میکنن و در واقع دمار از روزگار در آوردن، اینا رو بشناسیم. بعد از اون شناخت اینها یعنی قبول یه واقعیت، بعد از اون اختیار دست خودت، آقا مهار دست خودته، میخوای با این واقعیت کنار بیا زندگی پر از سعادت و خوبی و راحتی و عشقی رو برای خودت برای اطرافیانت بساز، میخوای کنار نیا زندگیت رو پر از درد و دعوا و خروس جنگی و نمیدونم گناه و غیبت و سخنچینی و بعد و برا بکن، میخوای نمیدونم با این واقعیت بساز یه واقعیت، یه میخوایی نساز. اگر خواستی بسازی راه حلاشی هست، با این واقعیت چطور من تعامل بکنم. راه حل ها یعنی بیماری رو اول، بیماران رو اول برات معرفی میکنیم، شخصیت های آزاردهنده رو، بعد از اون بهت میگیم که آقا با این طیف مردم، با این وضعیت چطور کنار میاییم، چطور بسازید. الان بیایید همین افرادی که به صلاح دمار از روزگار شما در آوردند و پکرتون کردند و وضع حالتون رو به هم ریختن، بیایید با اینا یک کمکی آشنا بشیم، یه لیستندی بکنیم. از شما بپرسم آقا اینایی که مثلا شما رو اذیت میکنن کیو هن؟ آه محمود دیگه، زینب دیگه، پشمان، خب دیگه زیاد شدن دیگه. خب اینا چه صفاتایی دارن؟ خودخوان، بد اخلاقن، عصبیان، زورگوان، قرتاقن، بد لغ زبانن. بله، همه این صفات ها و خیلی از صفات های دیگر، خیلی از ویژگی هایی که با صفات دیگه‌ای که تو اینا هستن. راستی مشکل تو اوناست یا مشکل تو خود شماست؟ اینو روش فکر کردی؟ نکنه که اون فردی که دیگران رو آزار میده شما باشید، خودت هم نمیدونستی. امکانش هست؟ حالا ببینیم امکانش هست یا نیست. اول یه لیست بندی بکنیم و ببینیم
راه درمانش چی هست؟ بله عزیزان، شخصیتایی که آزارتون میدن، شخصیتایی که شما تا به تحمل اونا را ندارید، مو دماغتونن، اونا چه افرادی هستن؟ از جمله این افراد شخص علامه همه فن حریفه، کسی که مجلس رو به دست میگیره، هر چی بگید من میدونم، من این حرفو میدونم، آقا بیا این برنامه رو اینا چی حرفای چرنده، من خیلی از اینا بیشتر میدونم. آقای عزیز شما مشکل داری، درسته که شما نمیدونم علامه و متخصص در فن و فوت خود دستی، بی مقداری این حرفا رو گوش کن، اینا در مورد شناخت شخصیتی و انواع و اقسام و نمیدونم مدیریت خانواده و نه آقا اینا چرنده چرته، اینا چیه، اینا من بهتر از اینا میدونم. این شخصیتی که همه چیز رو ادعا میکنه میدونه، همه فن حریفه، تا شما رو میبینه دیگه شروع میکنه به صلاح من و منیت و به سلام، به هر حال این نوع شخص، این اشخاصی که حاضر نیستن از شما یه حرف بشنون، حاضر نیستن به شما اصلا بها بدن، حاضر نیستن میگن که نه آقا من و من همه چیز رو میفهمم، این میتونه یه شوهر مغرور باشه، میتونه یه زن مغرور باشه، میتونه یک دوست، یه همسایه، یه نمیدونم فلان، اینهایی که به این صورتن، همیشه در یک باطلاق زندگی میکنه، تو دور خودش میچرخه، همین که شما یه حرف بخواید بزنید، یه اصلاحی، یه چیزی فلان، نه آقا هیچ چیزی رو نمیخواد قبول بکنه، چون که آقا علامه فهامه نمیدونم همه فن حریف خودش. برخی دیگه افراد چیره دست خودخواه، افراد چیره دست خودخواه اون نوع افرادی هستن که نه میخوان که شما برده اونا باشید، میخوان هر کاری که میکنه تو وفق مخ اونا باید بسازید، تو کله اون چی هست، چه فکر میکنه، چطوری برداشت میکنه، شما باید با اون را بیفتی، هرچه اون میگه حقه، هرچه شما میگی باطله، شما فقط باید هرشونهی اون داشته باشید و طبق دستور العمل این آقا و برنامه که این آقا میذاره حرکت بکنید، یعنی مهار همه رو میخواد به دست خودش بگیره، وفق مزاج خودش به پیش ببره. خب این افراد وقتی باش میشینید این بار تحملش میکنی، آخه مادره، آخه پدره، آخه برادر بزرگ هست، آخه نمیدونم خواهره، عموی فلانه، یه بار ده بار از محبتی که داری، از عشقی که داری، از رابطه‌ای که داری تحملش میکنی، آخرش چی؟ آخرش دیگه ازش فراری میشه. انسانهای هجومی بیپروا، چه بکش کجا هستن، هر کاری رو فوراً، آقا بیا این کار بکنیم، بدون تصمیم گیری، بدون فکر، بدون چی، آقا بیا انجام بده، برو جلو، هر چی شد شد، بی پروایی، با پی پروایی و با چیزی، هر تو هر چیزی دخالت میکنن، تو هر مسئله جفت ها میپرن، آقا این کارو بکن، اون کارو بکن، حالت هجومی، حرکتشون سریع، گفتمانشون سریع، حرفی هم میزنن بی پروان، هر چیزی از دهنشون در میاد، خوب و بد و فوش و بد و یک حالت عصبی مانندی دارن این افراد. به سلام، همیشه انسان‌های سالم اون انسان‌هایی هستند که میدونن میتونند سبک سنگین بکنن، چه چیزی درسته، چه چیزی خوبه، چه این کارو من بکنم چه فایده‌ای داره، چه ضرری داره، یک سنجشی میکنه جلو میاد. آدمای بی‌پروا نه، جفت با بپر توی میدان، اول کارو میکنه بعد فکر میکنه کارو خوبی کردم یا کارو بد کردم، وقتی که دیگه کار از کار گذشته است و به اصطلاح همه چیزو زده به هم ریخته. انسانهای پرحرف سخنچین، اینایی که اسهال زبان دارن، تا میشینن گار 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 حرف میزنن، اینایی هم که به اصطلاح افرادای سخنچین، افرادای موزی از اینا استفاده میکنن، برای اخبار همه خانواده رو ازش میگیرن، اخبار همه افراد رو، حرفاشو میگیرن، این یه سر پرگو و خطاگو دیگه، حالا از بس حرف میزنه و حرف اینو پیشه اون میبره، حرف اونو پیشه اون میبره، حرف باید حرف بزن، حالا چون که حرف نداره دیگه مجبوره که به اصطلاح اسرار افراد رو به هم دیگه لو بده، مجبوره که تهمت بزنه، مجبوره که باید دیگه این کلکسیون آتش حرف زدنش رو برآورد کنه. یکی دیگه هم افراد ایرادگیر بعد دهان، افراد ایرادگیر که چشماشون چشم مگسه، هر چه عیب و ایراد هست رو میبینن،
و دهانشون هم دق. بعد و بیرو میگن، از هر چیزی انتقاد میکنن، نه 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 این کارو نکنی، قبل از تو کسی کرده فلانی این کارو کرده، سرش به سنگ خورد و موفق نشد، آقا نه 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 اصلا تو این میدان وارد نشو، این بازارش که ساده و فلانه، اصلا نه چیزی بلده، نه مثلا مهارتی داره، نه هیچی، اما میزنه همه چی رو داغون میکنه. همیشه افراد رو مثلا با زبان بدش، با رفتار بدش، با انتقادهای بیموردش، همه رو از خودش زده میکنه. اینا از افرادی هستن که شما نمیتونی تحملشون کنی. یه بار، دو بار، ده بار جلسه ای فلان ایران میشه، اما همیشه که با این وضع نمیشه به اصطلاح. و اینا افرادی هستن که شما به اصطلاح تحملشون ندارید، ازشون فرار میکنید. افراد نقنقو، افرادی که از همه چی گریه میکنن، از همه چی، همه چیزو سیاه میبینن. یه عینک آفتابی غلیظی تو چشاشون گذاشته، تو این دنیا خیر رو نمیبینن، تو این دنیا خوبی رو نمیبینن، هرچه تو این دنیا هست بده و بده و بدتر، و همیشه تو رو ناامید میکنن، همیشه آقا نه 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 این بلایی که سر تو، این بیماری، نه اصلا کسی دیگه میگه پدر بزرگم تو همین بیماری مرد، همسایم دو سرما خورده بود مرد، خیلی اصلا جوونتر بود و باهیکلتر بود و نمیدونم چی، بیماریش هم خیلی ضعیفتر شد، شو سه روزه که زنده ای، برو خدا رو شکر کن، خیلی ها آماده شو که فردا بساط تو جمع کنی و بری. اینا افرادی که به سلام همیشه انسانها رو دیگه داغون میکنن. از جمله افراد بی احساس، افراد سرد، نه با شادی شما با شما شریکن، نه غم شما عشق اونا رو پایین میاره، انگار نه انگار شما دارید با چوب داری حرف میزنی، با درخت داری تا عمر میکنی، هیچ حبی ازشون جوری. یه بار تحمل میکنی آقا نمیدم میری و سن یک حالت شادی هست شد، شادی چی شده بگه، زنگ گرفتن که این دم و دست خواهر میخواد شادی میخواد، نمیدونم ماشین خریدی، خب خریدی، همه دنیا خریدن شادی داره، چرا این دم و دستگاه، چرا مهمونی، چرا فلان، مگه کسی میگه که موفقیت میاره به مردم شیرینی میده، سرد مثل بهمن، مثل یه تیکه به صلاح یخ. افراده دو دل، نه 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 این کارو بکنم، نه 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 به یه موضوع بکنم، بی این کارو، نه نه، کسایی که مهارشون همیشه دست دیگر، مامان جوراب میخوام بخرم سیاه باشه یا سرمه‌ای، سیاه هست دو تا خط توش بلاش هست، یکی از یه خطه، کدوم یکی رو بخرم؟ پیره خط 25 سالته 30 سالته توان تصمیم گیری نداره، در هر چیز و چیزی دو دل است، این کارو بکنم بله کرد، نه 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 برگرد، همیشه نمیشه روشون اعتماد بکنی، چرا تصمیم گرفتیم آقا باید این کار بشه، روز بعد نه آقا من فکر کردم نمیشه، دو ساعت بعد زنگ میزنه نه آقا میشه باید این کارو بکنی، خب حالا بره جلو، این نه، یک قدم به جلو یک قدم به عقب، یک قدم به جلو یک قدم به عقب، دو دله، هیچ نه با این میخوای چه کار کنار بیاری، چطور میخوای با تعامل بکنی؟ الان تصور کن که این رئیس ادارت باشه، تصور کن همکارت باشه، تصور کن شریک تجاریت باشه، تصور کن خواهر برادرت باشه تو خونه، تصور کن همسرت باشه، وای ویلا. و از افراد مصلحتی، اصلا افراد مصلحتی ها، آقا قربون بند کیفت هم ها، پول داری رفیق، وقتی که مصلحتی هست با شیر و شکر، وقتی که مصلحتی تو کارش نیست اصلا نمیشناسده، این افراد، افرادی که به اصطلاح همیشه در پی برآورد مصلحت خودشون هستن و براش اصلا مصلحت شما مهم نیست، زندگی شما برای مهم نیست، مرگ و زندگی تا اصلا مهم نیست، مهم اینه که آقا به چیزی که تو کلش هست برسه. افراد بهره بردار،
افرادی که میبینن آدم خوبی هستی، خوبی تو میدوشن، آدم خدومی هستی، اونقدر ازت خدمت میگیرن مثل برده، آدم نمیدونم آقا این آدم خوبی هست قرض میگیرن، هر روز میان ازت قرض میگیرن، آقا به آدم مهمون نوازی هست، هر روز برای سرت سوارن که چی؟ مهمون. اینا افرادی که فقط در فکر این هستن که اون نقطه هایی که به سر نقطه های مثبت شماست ها، اونها رو ازش استفاده کنن برای چی؟ برای اهداف خودشون، ازت کار بگیرن، ازت نمیدونم مشغولت بکنن به گونه ای تا وقتی که میتونن استقلالی برخورد بکنن و ازت بکشن، بهره برداری بکنن، سوء استفاده کنن از شما، این سوء استفاده رو میکنن، بهره بردار سوء استفاده گر. و افراد دیگه وابسته، افراد وابسته یعنی اونایی که قدرت تصمیم گیری نداره، وابسته به دیگران هست، اگر مادرش گفت این کارو بکن میکنه، همیشه باید دیگران به اصطلاح کارش رو به اصطلاح برا بندازن، همه چیز تکیهش بر دیگران هست، از خودش هیچ شخصیتی از خودش هیچ نداره و همیشه دیگه روی کله دیگران سواره، آقا این کارو برام بکن، آقا این چی. شما در مسیر زندگی طبیعی هست، در مسیر زندگی من به شما نیاز دارم، شما به من نیاز دارید، من به شما کمک میکنم، شما به من کمک میکنید، چیزی طبیعی است، کسی که به کمک شما نیاز داره شما به کمک اون نیاز دارید، طبیعی است. اما نه، بعضیا که فکر میکنن از دماغ فیل افتادن، دیگه بقیه برده اونا هستن، آقا این کارو واسم بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، نشسته روی برج آجی روی دماغ فیل دیگه، و همه باید نوکرش باشند و مثلا کاراش را بندازن. افراد دلغک، دلغک اذیت کننده، ساکته، نشسته، یه جمله میندازه، یه جمله میندازه، همه اون مجلس رو آتیش میزن، یعنی یه با یک اصلا ای کاش زبونش بند میشد، قفل میشد، نشسته دو ساعت اما یه تیرایی میزنه، میزنه به هدف، طرف مقابل رو خوردش میکنه، کل ماجرایی که بمب به هم میریزه، آقا رفته بودیم خواستگاری و همه چیز تموم شد و فلان، و این آقا یه گوشه این نشسته بود، آخر سری تق یک جمله پرون کل ماجرا رو به هم ریخت، جنگی آغاز کرد با یه جملهش دیگه، مثل دلغکه خنده و نمیدونم فلان، و اما تق میزنه از زیر طرف، و آدم ها میترسن نکنه یه ها انفجاریه دیگه. و افراد فضول، افراد فضولی که دم و دماغ شما هستن، تو هر چیزی دخالت میکنن، حقوق چنده؟ پدر دوستتون چیزی خریده وقتی از سفر اومد، شما پیش پدر اون یه ارزشی نداشتید، نشدی چیزی بیاره، شوهر دوستت داره، چقدر دوستت داره، حالا که دوستت داره چطور دوستت داره، چی واسط میخره، چی براش خریدی، چی بهش دادی، فلان، از هر چیزی میخواد سر در بیاره، یعنی این فرد عجیبه، یه آدم فضول تو خونت میاد به هر چیزی دست میزنه، از هر چیزی میخواد سر در بیاره، چقدر خریدی، از کجا خریدی، چطور خریدی، چی بهت داد، چطور، چرا داد، چرا. جالبه من اینجاست، این نوع افراد فضولی که میخوان از هر چیزی در بیارن خودشون رازن، بخوای از اون چیزی بپرسی ها هیچی از اسرارش رو به شما نمیده، اما میخواد از همه سیر و پیاز زندگی دیگران خبردار بشه، طبیعتش اینجوریه. اینها برخی از افرادی هستن که شما رو صفتهایی که مثلا شما رو آزار میده، حالا اینا رو چیزایی هست که شاید شما افرادی دارید که از اینا هم بیشتر دارن، شاید خود شما یکی از این افراد هستید که دیگران از شما فراری هست. حالا اگر این افراد بود، این رو ما شناختیم، شناخت مهمترین نقطه است، شناخت شما رو میذاره روی چی؟ روی این قضیه که آقا این افرادن، من باشون برخوردم چطور باشه؟ آیا باشون قطع رابطه بکنم؟ خب بعضی که نمیشه باشون قطع رابطه کرد، اگه قطع رابطه نکنم چطور باشون بسازم؟ راه حل،
راه حل و فن و فوت برخورد با این افراد، فرمول شناخت پاسورد این آقایون یا این خانم ها که با این افرادی که نمیتونم ازشون جدا بشم، جزی از شخصیت من هستن، محیط کاری، محیط خانواده، محیطی که نمیتونم ازش در برم یا اون رو از کنار خودم بندازم دور، با این طبیعت بشره دیگه، در بین بشر همه اینا هستن. ها اگه اینا هستن ما بریم کره مریخ زندگی کنیم یا نه، یه پاسوردی هست که باید یادش بگیریم تا بدونیم با این نوع و این اطیاف و اطیاف دیگه از خلق خدا چطور برخورد بکنیم. بله عزیزان، یه چیزو یاد بگیریم قبل از اینی که این پاسورده رو به شما بدم. اینی که خداوند متعال دروازه توبه رو وا گذاشته، دروازه توبه بازه تا آخرین لحظه زندگی. یعنی چی؟ یعنی اینی که تغییر ممکنه. وقتی که خداوند متعال بخشاینده است و توبه پذیره، یعنی طرف مقابل هر کی میخواد باشه، هر جور کی میخواد باشه، دروازه توبه بروش بازه، یعنی میتونه عوض بشه، میتونه عوض بشه. دروازه توبه باز بودن یعنی اینی که عوض شدن امکان پذیره، تغییر امکان پذیره. یه کسی مثل وحشی که میاد عموی پیامبر حمزه رو به اون وحشیتی میکشه، میتونه برگرده عوض بشه. اون آقایونی که قبل از اسلام چون این وحشی بودن، در یک جهالت زندگی میکردن، بچه های خودشون رو، دخترها خودشون رو زنده به گور میکردن و خونخاری بودند و فلان، بعد خواستن عوض بشن، عوض شدن، شدن افرادی که قرآن در وصفشون میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خیلی هاشون در همین دنیا چک سفید ورود بهشت رو دریافت کردن، شدن مژده بهشت رو تو دنیا گرفتن از پیامبر و از خدا. از تغییر ممکنه. حالا افرادی رو ما میشناسیم که به صلاح این آزار دهندن. آقا این همیشه آزار دهنده است یا نه یه بار توی یه مجلسی، توی یک دیداری، توی یه دیدار، این همه از همه ما انسان ها لغزش صورت میگیره. کل ابن آدم خطا، یعنی همه بچه آدم ها، همه انسان ها بسیار بسیار خطاکارن. و خیر الخطائین التواب، و بهترین آدم های لغزشگر و اشتباه کننده و خطا کننده و گناه کننده اونو یعنی که توبه میکنن. پس میدان، توپ تو میدان ماست، بخوایم عوض بشیم عوض بشیم، اما دیگران رو بخوایم عوض کنیم عوض نمیشه، امکان نداره. آخه من صد بار بهش گفتم که آقا این کارو نکن، باز میکن. چرا صد بار گفتی؟ عزیز من، کسی که یک راهی رو رفت، یه راهی رو رفتی، نتیجه نگرفتی یا نتیجه معکوس گرفتی، بار دوم این راه رو بری، خب همون نتیجه رو میگیری. اگر گمان کنی این بار از این راه رفتی افتادی تو چاله، بار دیگه بری تو چاله نمیافتی، این حماقته. این راه، راه چاله است. پس شما یکی میگی صد بار بهش گفتم، صد بار من این کارو کردم، صد بار فلان، عزیز من اشتباه کردی قربونت، یه بار رفتی نتیجه نگرفتی، پس این راه درست نیست. راه درست اینه که دنبال راه دیگه ای میبودی. یه بار بهش گفتی، بار دوم یه کاری کردی، بار سوم یه شیوه دیگه، بار چهارم شیوه دیگه، بار پنجم و دهم، آخرش کلید پیراد پیدا کردی، پاسوردش رو یافتی و طرف عوض شد. اما اینی که شما بخواید عوضش کنی، نه، قانون الهی اینجوریه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند متعال هیچ امر، هیچ شخصی و قومی و ملتی و فردی و اینو سرنوشتش رو، رو روزگارش رو، شخصیتش رو عوض نمیکنه تا وقتی که خودش نخواد. خودش که خواست عوض میشه.
اما من و شما چیکار بکنیم؟ من و شما خودمون عوض کنیم. ما نمیتونیم طرف مقابل عوض کنیم. آقا این طرف مقابل یه آدم خودخواهه، یه آدم بدزبانه، یه آدم فلانه. ما که نمیتونیم اون عوضش بکنیم، اما میتونیم خودمون عوض کنیم، میتونیم شیوهی برخورد با اون رو عوضش بکنیم، میتونیم یه راهکارهایی بذاریم، فنفوتهایی بیاد بگیریم که چطور با این وضعیت، یعنی این وضعیت، این بیماری، این شخصیت، این فلان، یه واقعیت وجود داره، نمیتونیم حذفش بکنیم، اما میتونیم درکش بکنیم، میتونیم بفهمیم، میتونم بفهمم که آقا این شیوه ی حرکت شطوریه، میدونم که این آقا بوکس که میزنه بولا میزنه، میتونم بشینم، میدونم که آقا این چطوری برخورد بکنه. اما عاطفی تنها نباشیم. افرادی که عاطفی هن با حب و محبت و احساسات میان پیش، احساسات منهای عقل، یعنی پوکی، یعنی کودنی، یعنی حماقت. احساسات منهای عقل یعنی چی؟ حماقت. عقل منهای احساسات، اونم عقلانی منهای احساسات، اونم خشک. معذرت، خیلی جدی، خیلی جدی، اصلا انگار که یک چوب است. آقا قانون اینه. رو قانون میره، روی معیارها میره، بدون هیچ گونه احساسات اینا. اما اگر ما گرفتیم احساسات قلب با عقل قاطیش کردیم، میشه چی؟ حکمت. پس به جای اینکه داغ بکنیم، عقلمون رو کار نکنیم، مرتکب حماقت بشیم، یا به جای اینکه نه با مردم سخت رفتار کنیم، بدون وجود قلب خشک باشیم، بیم یک کار دیگه بکنیم، عقله رو با قلبه با هم قاطیش بکنیم، حکمت بیاد. با حکمت و درایت ما میتونیم از گرسر کنیم زغوره حلوا سازیم، ما میتونیم از غوره حلوا بسازیم. با حکمت و درایت میتونیم با تمام افرادی که گمان میکنن ما رو اذیت میکنن، یا ما تا حالا فکر میکردیم اونا مصدر شقاوت و بدبختی و بیچارگی ما هستن، نه، از امروز بفهمیم عزیز من، کلید بهشت و جهنم شما دست خودت، کلید سعادت شما دست خودت. شمایی که داغی چون که فلانی چونین و چنان هست، چون که برادرت، چون که شوهرت، چون که فلان چون فلان، اصلا کج فهمی از اینجاست. مشکل تو خودت عزیزم، مشکل تو خودته. مگه نه یکی از خوشبخت‌ترین زنهای روی زمین که در قیامت در بهشت جایگاه و ویژه خاص خودش رو داره کیه؟ کی آقای من؟ عزیز من، زن فرعون. زن فرعون، آقا زن شما، شوهر شما، مادر شما، پدر شما، عزیز شما، خواهر شما، برادر شما، از فرعون هم بدتره. وضعیتی که شما توش هستی از وضعیت زن فرعون هم بدتره. اینه که خداوند متعال از رحمتش بر بندگانش این است که کلید سعادت و خوشبختی هیچ انسانی رو تو دست کسی دیگه نگذاشت، تو دست خودت. قفلش رو خودت یا بازش میکنی یا نه، غیر میندازی توش، قفله رو خرابترش میکنی. این خودت ها میخوایی این وضعی. آقا من فشار و خون گرفتم. برای چی فشار و خون گرفتی؟ به خاطر بچه هام، به خاطر زنم، به خاطر شوهرم، به خاطر فلانم. آقا نمیدم سکته کرده، به خاطر چی؟ به خاطر زنی، به خاطر فلان و بچه ها و فلان. آقا نمیدونم سکته کرده به جهنم، سکته کنه دیگه. کسی که مهارش رو، کلیدش رو داده دست دیگران، بذار نفلش کنن، بذار بکشنش، بذار بدبختش بکنن. عزیز من، خداوند متعال کلید رو داده دست خودت، چرا داده دست دیگران؟ یعنی شما دیدید
یه بار نوح علیه السلام کار و زندگی و فعالیت و دعوتش رو کنار بذاره، چون که پسرش کل شقه و رفته با کافرا و نمیگم خائن شده، چون که زنش رفته مسیر خیانت رو انتخاب کرده و کافر شده. آیا دیدی یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در دست از دعوتش برنداره و پفر باشه و گریه و زاری و نمیدونم چی کار کنم و فلان که عموم کافر است و اسلام نمیاره؟ من چیزا نه، تو شخصیت مستقلی هستی، تو خودت هستی. واسه همین وقتی رفتی داره خیلی قبره ها، خدا من نمیپرسه فلانی چی کار کرد، الانی چی کار کرد، میگه تو چی کار کردی؟ میگه خدایا فلانی این کار، تو حق نداره از دیگران حرف بزنی. اون قبر خودش رو داره، حساب کتاب خودش رو داره، پرونده خودش رو داره، بازخواستش جدا هست از تو چه کار کرد. عزیزان الان که فهمیدیم که این واقعیت ها هست و اون افراد هم که گفتیم هستن، هر فردی که توی دنیای تصوری میکنه یه نیازهایی داشته، یک مواردی هست، یک محبت کمه، محبت داشته کمی، فلان داشته، الان داشته، یعنی مشکلات وجود داره. هر کسی که تصرفاتی چنین داره یک بک‌گراندی داره. الان من و شما چه کار بکنیم عزیز من؟ من و شما چه کار بکنیم؟ 7 نقطه میذاریم، بعدش فول استاپ. 7 مورد رو براتون میگم، این 7 مورد رو جلوی چشات میذاری، میدونی که با افرادی که شما رو اذیت میکنند یا فکر میکنید دنیا رو بروت تنگ کردن، چطور تعامل بکنی، چطور کنار میایی، چطور بفهمیشون. فهم اینها مهمه و فهم زندگی. بعد از اون اختیار دست خودت ها. میخوای خوشبخت باشی، به زندگی لبخند بزنی، به خودت لبخند بزنی، یالا بسم الله. میخوای که نه، با کوها شاخ به شاخ بشی، یالا بسم الله. میل خود. خب عزیزان، با این افرادی که گفتیم، افراد آزاردهنده، شخصیت هایی که شما رو دیگه داغون کردن، راه حل تعامل با اینها چطوری هست؟ با اونها چطور برخورد بکنیم؟ برخورد به این معنی نیست که من به شما بگم که با اینا بسازید یا نسازید. میخوایم که آقا این یه واقعیته، با این واقعیته کنار بیاییم. چطور کنار بیاییم؟ اول این که فهم ماجرا، خودت رو جای اون قرار بده. این فرد رو تصور کن که اینجاست، از خودش بیاد بیرون، اینجا قرارش بده، عینک اون رو بگیر بذار چشمای خودت، اون رو با عینک خودش نگاه بده، شخصیتش رو ببین. از چه نوع شخصیتی؟ شخصیت ریادی هست، چیره هست که بر همه چیز باید چیره باشه، شخصیت حساسی داره، شخصیتش رو نوع شخصیتش، قبلا در مورد انواع شخصیت ها سخن گفتیم، چه نوع شخصیتی هست؟ شخصیت نرگسیه یا چه مشکلاتی براش پیش اومده؟ آقا این یتیمه، نمیدونم بهش ظلم شده، مالش رو بالا بردن، برادراش اذیتش کردن، نمیدونم فلان، عزیزش تصادف کرده، پدر مادر همه رو جلو چشش از دست داده، نمیدونم این شخصیتش رو از ابعاد مختلف چه درگیریایی با خودش داره، چه بیماری هایی داره، عصبی میشه، آقا بیماری قند داره، نمیدونم فلان. این رو که فهمیدی خیلی مهمه، خودت رو جای اون قرار بده. اگر من نوعی در همچنین وضعیتی بودم، با همچنین جو خانوادگی، با همچنین جو کاری، با همچنین فقر، با همچنین بیماری، با همچنین دردسرها، در چنین وضعیت، من از اون بهتر می بودم و مثل اون رفتار می کردم. شناختی این قضیه خیلی کمک می کنه. شما وقتی می دونید که این فرد زاییده یه همچنین جوی هست، در نتیجه تصرفاتش رو میتونید بفهمید، میتونید اصلا توقع داشته باشید که همچنین شخصی در همچنین موردی چه تصرفاتی میتونه داشته باشه. اون وقت فهم این فرد براتون آسون میشه. این قضیه خیلی مهم است. نقطه دوم، آیا این فرد
این تصرفات رو که داره با همه اینطوریه یا با منه؟ میبینیم نه آقا، این فرد تو بیرون از خانه گل است، تو خونه که میاد عصبانی میشه. آقا این با همه ذکر خیرش میکنن، از خوبیش میگن، از اخلاقش میگن، از رفتارش میگن، فلان. با من و فلان و فلانی نه، برعکسه. پس اینجا مشکل در این فرد نیست، مشکل در رابطه شما با این فرده. نمیگم مشکل با شماست، یعنی شما هم نیایید شلاق بگیرید خودت رو بزنی که آیی هرچه بدی هست از من، من سبب بودم، پس من بدبختم، من فلانم. نه، میتونه این باشه البته ها، میتونه رفتار شما باشه و میتونه اون رابطه شما چیزی که باعث شده، سوء ظنی که به شما داره، رفتاری که از شما داره، یه خشمی هست بین شما. این حالا این خشم رو یا شما ساختید یا اصلا شما روحت هم خبر نداره، اون تصور میکنه که شما سببی، اون تصور میکنه که شما سبب بدبختیشید، اون تصور میکنه که شما سبب این شکست اقتصادیش، این شکست کاری، این شکست فلان، اون تصور میکنه که رابطه اون با فلان به هم خورده به سبب شما. کل مشکلات ما اینه، یا یه قصدی من این کاری کردم، حرفی زدم، منظوری نداشتم اما اون منظور رو بد فهمیده، یا یه حرفی من زدم اون استنتاجش بد بوده، یعنی یک منظور غلط فهمیده. حالا این رو باید حلش بکنیم. اگر با تمام مردم چون این است، یعنی عموم مردم میگن این آقا عصبیه، این آقا خودخواهه، این آقا از اون مواردی که گفتیم هست، خلاص پس میفهمیم که این سیمای شخصیتیش اینجوریه. من الان باید مهارت این رو کسب کنم که با چنین شخصیتی چطور برخورد بکنم، با چنین شخصیتی رفتارم چطور باشه. و نقطه بعدی این که کنترلت رو از دست نده، مهار خودت در دست خودت باشه. شما میدونید که شما آقا با یه همچنین شخصیتی برخورد میکنید. آقا شما وقتی میری توی گو توی میدان، دارید آقا من نمیدونم با گاوه وحشی در میافتی، میدونی که با گاوه وحشی در میافتی، حرکت های خودت رو تنظیم میکنی. میری توی جنگل، میدونی که این طرف مقابل شیره، دیگه با شیر روبوسی نمیکنی، میدونی که با این طرف مقابل شیره، با شیر چطور رفتار بکنی، عقرب چطور باش رفتار کنی، یعنی شخصیتش رو شناختی. حالا که شخصیتش رو شناختم، کنترلم از دست نمیدم. چرا؟ چون اگر من عصبانی شدم، من عاطفی شدم، احساساتی شدم، دیگه عقلم از کار میفته، منم میشم مثل اون. نه، در همچنین مواردی که من میدونم که به صلاح این آقا باش با حکمت رفتار میکنم، حکمت اختزا میکنه چی؟ سکوت به علاوه فاصله یا مسافت به علاوه حکمت، این سه مورد رو میکنم. یعنی وقتی میبینم که اون داره با من برخورد میکنه، زیپه رو میکشم، سکوت مطلق، اپ، حرف نمیزنم، یه مسافتی رو با اون ملاحظه میکنم. این مسافت هم مسافت فاصله یه به صلاح مکانیست و هم مسافت معنوی، مسافت نفسی، روانی. به چه معنا؟ اولاً کنارش نمیستم، یه مقداری فاصله. این فاصله کمک میکنه تا من کنترل اعصاب خودم رو در اختیار خودم داشته باشم. هرچه به اون نزدیک شدم، این به معنی نیست که فرار میکنم، فرار نه، مسافت هم دورم نه، نه، یک فاصله ای رو رعایت میکنم. حتی اگر انسانی باشه دست بزن داشته باشه، ندونه به من تعرضی برسون. و همچنین فاصله روانی، یعنی چی؟ یعنی از دماغم میارمش بیرون، اصلا بهش توجه نمی کنم، اصلا برام مهم نیست، چون میدونم که آقا من دارم با یک بیمار، با یک کسی که اضطراب شخصیتی داره رفتار میکنم. در رفتار با اضطراب شخصیتی قدرت و توانمندی چی رو میخواد؟ یک دکتر، یک پزشک، پرستار. پرستار میدونه که این با
با یه بیماری رفتار میکنه، در نتیجه توقع هر گونه انفعالات، هر گونه حرکات داره و در کمال سکوت و حکمت فاصله رو مراعات میکنه، حکمت و دارایی رو استفاده میکنه، باش تعامل میکنه و بس تموم. سکوت فاصله رو رعایت. چه بعضی وقتا هست که طرف اصلا پیش شما نیست، فاصله وجود داره، فاصله یه مکانی وجود داره، اما شما فاصله روانی رو ایجاد نکردید. دو تا برادرن 20 سال 30 سال با هم دعوا دارن، همدیگه رو نمیبینن، یکی توی کشور یکی توی کشور، اما انگار که با هم دعواشون خود خوش بد و بیرا و هر روز هر کسی میشه نبیایید برادرم باب چه کار کرد اون ور و این ور، اینا اصلا از هم جدان اما فاصله رو رعایت نکرد، از اهتمام همدیگه بر نیومدن بیرون. آقا پدره 60 سال پیش مرده، زمینی بوده فلانی بوده دعوایی شده و رفته، زمینه هم مرده همه رفتند و فلان، اینو تو حال آن تو همون زمینه دعوا دارن. عزیز من دنیا که زمین رو میذاریم همه ما میریم، زمینه ما زمین رو نمیتونیم بخوریم اما زمینه که ما رو میخوره. پس فاصله مهم است که این فاصله دو نفرن در کنار هم این فاصله رو رعایت کردن، فاصله روانیش رو رعایت کردن، احتمال نداره براش جزن بیش توش فکر نمی کن. اون به کار خودش من به کار خودم. مشوره با حکیمت، همیشه واسه خودت یه حکیمی داشته باش. حکیم کیه؟ یک انسان با تقوای پرهیزکار، عاقل دانای فهمیده که در هر چیزی باش مشوره میکنه. این چی بهت کمک میکنه؟ این کمک میکنه که بفهمی که عزیز من اون کسی که آزار و اذیت میرسونه از این افراد آزار دهنده نکنه که خودت باشی، اصلا خودت. یعنی ما یه دوره آموزشی داشتیم، بعد از اون دوره نصف افراد تازه میگن که آقا من تازه فهمیدم که تمام بدبختی های من سببش خودمم، تمام بلایی که سر خانه آورده آدم من آوردم. فکر میگن تو الان حق به جانبم. خیلی از افراد هستن که تعبیر قرآنی میگه یحسنون انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن کار خوبی میکنن در حالی که دارن ویرانی میکنن. این فردی که باش حکمت میکنی و مدارا نمیکنه، با روکه هست، آینه هست، بدیات رو بهت نشون میده، اشتباهاتت رو بهت نشون میده. و دوم همکاری تنها در مشترکات. من با این آقا، این آقا این سیمای شخصیتیش هست، باش دعوا رو نمیندازم، یه فاصله ای رو مراعات کردم، فاصله روانی از اهتماماتم اومده بیرون، فاصله مکانی. بعدش خب خواهر برادر عزیز زن مرد نمیدونم خانواده است چیکار کنم، ما همکاره، خیلی چیزای مشترک داریم، در مشترکات با هم هستیم، ازدواجی هست تو هستیم، بعدش خلاص هر کسی به کار خودش. آقا نمیدونم مهمونی هست در کنار هم هستیم و احوالپرسی و فلان و فلان دیگه، مثل یک شخص عادی. یعنی خودم رو بوش داخل نمی کنم، نه عزیز من، هر کسی به رای خودش، من به رای خودم، اما مشترکات رو. چرا؟ چون این مشترکات خیلی از حقوق هست. یا آقا پدرت عزیز من کافر هست، بله، بعد از زبان هست، بله، بله، همه چیز هست، اما پدرت حقوق بر الوالدین داره. اینا آقا برادر خواهراتن حقوق خویشاوندی دارن، اما آقا دایا و اما آقا فلان حقوق خویشاوندی دارن، فردا گلوتو میگیرن، بدند نمیدونم لغ زبانن فلان، این جای خودش، این فن و فود واسه همین یاد میگیریم. و در مشترکات در کنار هم هستیم. دوری از اژدهای آتش زبان، یعنی برخی ها هستن که لغ زبان و فقط آتش بیار معرکه، بعد اینو بگو شخن، اینو بگو نمیدونم فلان، این از اینو دوری بکن. اینایی که هم دو به هم زنن و هر جایی میرسن به سلام بدبختی ها رو اینا شروع میکنن. و یه چیزی که مهم هست عزیز من، راحتی و سلامتی خودت از همه چی مهمتر. درسته که شما با فلان و فلانی مشکل دارید یا فلان و فلانی شما رو آزار میدن، اما یه طیفی از جامعه هستن که لبخند شما رو نیاز دارن، سلامتی شما رو نیاز دارن، سعادت شما رو نیاز دارن. شخص شما انرژی هستید برای فرزندانت، انرژی هستی برای زن و شوهر و نمیدونم خویشاوند و نمیدونم مادر و پدر و اینا، برای شاگردات، برای فلان. چرا؟
به خاطر 2 نفر، 10 نفر، 20 نفر، هزاران نفری که به شما نیاز دارن رو داغون میکنی. تو با اینا خودتون رو نفله کردی. اونا که نیاز به سلامتی شما دارن، به راحتی شما دارن، به انرژی شما دارن، به سعادت شما دارن، به لبخند شما، به هوش و حواس شما نیاز دارن. پس مهم این است که خودت رو حفظ بکنی، خودت رو کنترل بکنی. ببینی عزیزان، این طبیعت خلقت هست. شما تصور بکنید یک مثلا یک بزرگ و اینجا هم شما قرار دادید. این یعنی ما در مسیر در زندگی یک هشتم به 7/8 هستیم. 7/8 ما این زیر است. این تاریخ شماست. این رو میگن لاوعی، خارج از وعی شما، خارج از فکر شما. این چیزی است که شما رو به حرکت در میاره، شما رو ساخته. گذشته شما، فرهنگی که یاد گرفتید، نمیدن مشکلاتی که داشتید، سعادت و خوشبختی و بدبختی و رنج و هر چیزی که داشتید، گذشته شما. این شمایید که دارید بالا نشستید، مثل یک موشی روی یه فیلی. اون کسی که حرکت میکنه شما رو به جلو میبره این فیله، اما اون کسی که دیده میشه توی چشا هست اون موشه که بالاست. این یه هشتم شما دیده میشه. این در همه افراد چنین است. پس این تصرفاتی که افراد ازشون سیرت میگه باید اون زیره رو در نظر داشته باشیم. آقا این 7/8 چه مواردی داره؟ انعکاس 7/8 این شخصیتشه. حالا من این 1/8 رو نظاره نکنم، این رو ببینم. وقتی این رو دیدم، اون وقته که دیگران رو میفهمم. فهم دیگران به من کمک میکنه در شیوه برخورد اونا، قبولش بکنم یا نکنم، باش تعامل داشته باشم یا نداشته باشم. و اگر از نوع افرادی هست که لازمن باید باش تعامل داشته باشم، افرادی که من انتخابش نکردم، خداوند واسم انتخاب کرده، ظروف زندگی انتخاب کرده، خیشاوندان، پدرها و مادرها و اینا، یا فضای کاری که من نمیتونم از اونجا هیچ رایی ندارم باید توش باشم، اونجاست که دیگه باید بدونم با این ترفندها و با این پاسوردهایی که امروز یاد گرفتیم میدونم که باش چطور رفتار کنم و چطور به سلاس کشتی رو به جلو ببرم. در این کشتی زندگی موفقیت و سعادت، خوشبختی رو با توکل بر الله متعال و همت و شناخت درست مفاهیم زندگی میتونیم به جلو برانیم. پس دست در دستان هم به پیش و زندگی پر از مهر و محبت و سعادت و در راستای عزت و کرامت دینمون و ایمانمون و ارزش هامون گام به پیش برانیم و با توکل به الله متعال حتما به هدف میرسیم انشاءالله. Oh.